سلام، من میگم یاشارم. خوش اومدید به آخرین ویدیوی من از بازی سایبرپانک 2077. در ویدیو به سراغ تمامی لباسهای جانی سیلورهند و همچنین ماشینش رو اسلحش میریم و در آخر بهتون نشون میدم که چطور پایان مخفی جانی رو باز کنید. بریم سراغ اولیش. راکستار، تروریست، افسانه‌ای، کسی که به خاطر نفرت از آراساکا و لذت شهرت داشتن نصف شهر شب رو با بمب اتمی منفجر کرد، حالا بخشی از وجود وینسنت شده و این بار زندگی دوباره به مزدور محبوب دکستر دشان اهدا کرده، کسی نیست جز Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Johnny Silver. در این ویدیو به سراغ بهترین اسلحه بازی، مقاومترین ست لباس بازی، پرشتابترین و کلاسیکترین ماشین بازی میریم و در نهایت پایان مخفی بازی که مطمئنم اکثرتون ازش خبری ندارید. خب از اونجا که احتمالاً بعضیا ممکنه به لقب بهترینی که به اسلحه و لباس دادم اعتراضی بکنن، بهتره از این ویدیو شروع کنیم. همونطور که میبینید ست لباس سامورایی جانی سیلورهند زمانی که کاملا لول آپ بشه و ماتهای افسانه‌ای براش گذاشته بشه بالاترین ریتینگ آرمور بازی رو خواهد داشت که حتی روی درجه خیلی سخت بازی هم آب از جاش تکون نمیخوره. و اما در خصوص لقب بهترین اسلحه بازی، باید بگم پیستول جانی بیشک پرکاربردترین هم هست، چرا که همزمان هم یک سلاح پاوره که فشنگ‌هاش قدرت کمونی کردن داره و هم یک سلاح تکنیکال که با ایم کردن از پشت دیوار هم دشمن‌ها رو مورد هدف قرار میده و همچنین خواستنین ضربه قنداقی رو داره که باعث میشه انفجار آتشین قدرتمندی رو به دشمنانتون وارد کنید. و به جای دو مدل حرکت خشاب عوض کردن، سه مدل داره و دیگه چیز خاص دیگه ای نداره. و اما ماشین پورش 911 توربوی 1977 جان سیلورهند کمیر که به راحتی میتونه دلتون رو با یک بار رانندگی باج ببره، 296 اسب بخار قدرت و 2.5 تن وزن داره که میتونه به ماکسیموم سرعت 160 مایل برسه. ظاهر کرکودیلی رنگ این ماشین توسط جانی شخصی سازی شده و جدا از فضای داخلی دلبرش شتاب عجیب و غریبی داره که در کمتر از 3-4 ثانیه به 100 میرسه. در این ویدیو به ترتیب ممنوعیت‌های جانی وسایل مختلفش رو به دست میاریم و در نهایت نحوه باز کردن پایین مخفیش رو بهتون نشون میدم. البته اصلا نگران نباشید، این ویدیو اسپویل خاصی نداره. برای به دست آوردن اولین آیتم جانی سیلورهند باید حدوداً تا اواخر ممنوعیت اصلی بازی جلو اومده باشید، تا زمانی که با تاکمورا و آناکو ملاقات میکنید، تا بعد به پناهگاه برید و به کاتسین بیهوش شدن وی برسید که در اون گویا جانی دوباره جون شما رو نجات میده. زمانی که به هوش میاید در هتل مخروبه ای با جانی هستید که شما را از قصد به اونجا آورده. در انتهای این ماموریت جانی گردن بند و رکابی خودش رو به شما میده و از شما میخواد تا تمام و کمال بهش اعتماد کنید تا شاید بتونه راه حلی برای رفع مشکلتون پیدا کنه، که البته همچنین از شما میخواد تا به دنبال قاتلش یعنی آدم اسمش افسانه‌ای برید و با کمک روک انتقامش رو بگیرید. در این ماموریت تمامی دیالوگ‌های مثبتی که نشون میدم رو انتخاب کنید و در نهایت پیشنهاد جانی رو قبول کنید تا با خوردن قرصای قرمزی که میسی بهتون داده کنترل خودتون رو کاملا به جانی بسپارید. I do the same for you. Right. Understood. بعد کافیه فقط ماموریت رو ادامه بدید که نگم براتون یکی از جذابترین و باحالترین رو تستترین ماموریت های بازیه که مطمئنم بدجوری به دلتون میچسب، که در ضمن عینک دودی جانی رو در اواخرش به دست بدید. A little different. Fuss with your hair or... Fuck, it's good to be back. Martin Street. But take the long way. در پایان این ماموریت گفتگویی با روک خواهید داشت تا با همکاری همسر نخی از آدم اسمشر پیدا کنید. بعد از گذشت یک روز دوباره ماموریتتون براتون فعال میشه و روک ازتون میخواد تا به پیشش برید، که در اول همین ماموریت
گامشن سامورایی جانی رو بهتون میده که اوف پسر خیلی چیز درستیه. در ادامه همین ماموریت جذاب و خشن و پر سر و صدا، ناگهان صدای جذاب پیستول جانی میاد که از قضا در دست دشمن اصلی ماموریته، که خب فقط کافی است پلا بالا برید پایین بیایید و پیستول افسانه‌ایش رو بردارید. نکته خیلی مهم این ماموریت اینه که در انتخاب دیالوگ دشمنتون اونو خلاص نکنید و جونشو بهش ببخشید تا بعد بهتون سویچ کانتینری رو بده که به گفته خودش چیزی داخلشه که به جانی مربوطه، که البته اسم میکنم همین الانش هم حد زدید که داخلش چیه. و بله این شما و اینم پورشه 911 توربو جانی سیلور هند. فقط یادتون باشه که قبل از گذاشتن پاتون روی پدال گازش کمربندتون رو ببندید، که کنترل این کارکادیل وحشی کار نسبتا سختیه. بعد از سوار شدن پورشه جانی به محل دفنش میرید که ارتباطی با وسایل جانی نداره، اما نقطه تعیین کننده باز شدن پایان مخفی بازیه، پس حتما توجه کنید و دقیقاً دیالوگ هایی که نشونتون میدم رو انتخاب کنید تا بعد در آینده باقی مسیرش رو بهتون توضیح بدم. Here lies Johnny Silverhand. The guy who saved my life. No, Johnny, you fucked that up too. What do you want from me? Okay. But as second chances go, this is your last. It's too bad we didn't talk like this earlier. When you said you let your friends down, did you mean Rogue? Come on, you already have. True that. Yeah. I'll call her. Okay. خب حالا که سه بخش از لباسهای جانی رو به دست آوردیم، میمونه کفشا و شلوارش که کافیه به محلهایی که نشون میدن برید و ماموریت فریشون رو کامل کنید، که البته نگران نباشید حتی اگه لولتون پایینه میتونید با خلاقیت و پیدا کردن راههای مخفی بدون درگیری به محلشون برسید، که از نظرم این بخش از گیم پلی سایبرپانک یکی از قدرتمندترین بخشاشه که به شما اجازه داده به انواع مختلفی ماموریت‌ها رو کامل کنید. Interesting. Fuck, Carrie's an old geezer now. When was this still taken? Not long ago. Look, the date and the guitar we came for. Hey, got a client. Well, actually, it's just Nancy's son who's looking to get back something that was stolen. And, yeah, that Nancy. The one who punched keys in Samurai. Oh, one more thing. If you could recover this gonk's wheels too, that'd be real nice. So, you in? If so, find the details attached. Out so hard I couldn't speak for a week. Wow, man. That must have been fun to watch. What, the gig? No, you're not speaking for an entire week. Grabbing a shotgun!
خب تبریک میگم، شما حالا ست کامل لباس و تجهیزات جانی سیلورهند کبیر رو به دست آوردید، اما هنوز به ماکسیمم قدرت نرسیدینش. تنها کافیه برای عملی کردن 16 پوینت در اتریبیوت تکنیکال ابیلیتی داشته باشید تا بتونید ورژن های آبی رنگ لباس ها رو به نسخه زرد افسانی تبدیل کنید. همچنین با داشتن این پرک میتونید زمانی که لباس رو کرافت میکنید درصد بالاتری آرمور بهش اضافه کنید و بعد با رسوندن اسکیل کرافتینگتون به 18 مات های افسانه ای بسازید که هر کدوم بیشتر از 200 آرمور بهتون اضافه میکنه. در ضمن اگر بخواید میتونید یک آیتم هم برای سرتون جفت و جور کنید و زرهتون رو بیشتر و بیشتر هم بکنید. و اما در نهایت برای رسیدن به پایان مخفی بازی باید رابطتون رو با جنی ترجیحاً از اول بازی مثبت نگه داشته باشید تا زمانی که برای بخش پایانی بازی اقدام کردید حداقل به 70% رسیده باشه، که البته بعضی‌ها ادعا دارن که با 50% هم شدنی هستش. مهمترین نقطه های تاثیرپذیر در رابطتون با جنی زمانی است که به گفتگوهای بلند می‌پردازید، که خب فقط کافیه کمی مهربون باشید و هیچ‌وقت خوشبختیتون رو قطع نکنید. اما بهترین و تاثیرگذارترین مقطع برای رشد رابطتون با جانی از ماموریتی که باش به سر قبرش رفتیم شروع میشه، که اگر به نوعی که گفتم دیالوگ ها رو انتخاب کرده باشید در انتهای گفتگوتون میتونید با رو تماس بگیرید و اون رو به سر قرار با جانی دعوت کنید و ماموریتش رو شروع کنید. در این ماموریت شما به دنبال روگ میرید و اون رو به یک قرار شبانه رمانتیک دعوت میکنید، که البته با خوردن قرص قرمز تبدیل به جانی میشید. درست مثل باقی گفتگوها دیالوگ هایی که نشون میدم رو انتخاب کنید تا بتونید روگ رو ببوسید، که البته اگه تون قانونی نیست لطفا روتون رو اونوری کنید. البته خیلی هم نگران نباشید، این بار کار به جای باریک نمیرسه و روک شما رو ترک میکنه، اما در عوضش جانی شما رو با لیدر سابق بندش یعنی کری آشنا میکنه. All that counts is I'm back with you. Think that's way better than any what if. It's more than I ever could have asked for. Rogue, I'm here on borrowed time in a borrowed body. But I'm here. اگر درصد کمی از رابطه با جانی رو دارید، پیشنهاد میکنم این سری از ماموریت‌های کری رو هم کامل کنید تا دوباره به قوت رابطتون اضافه بشه. که خب در این ماموریت همونطور که میدونید بعد از برگزار کردن یک کنسرت راک فوق‌العاده جذاب به سلای کری هم دست پیدا میکنید و اگر ماموریت‌هاش رو ادامه بدید از سخبار لا به خودش هم دست پیدا میکنید. Keep playing. All right. بعد از رسیدن به حداقل 70 و یا شاید حتی 50% رابطه با جانی به قسمت پایانی داستان برید و ماموریت رو ادامه بدید تا به نقطه مورد نظر برسید. در ضمن بگم شما میتونید تمامی پایان ها رو در یک بلیت رو امتحان کنید، چرا که بعد از پایان بازی دوباره به قبل از وارد شدن به برج برمیگردید و تمامی آیتم هایی که به دست آوردین هم سر جاشون میمونن. بعد زمانی که به بالای پشتمون رفتید و جانی ازتون پرسید که تصمیم نهاییتون چیه، فقط کافیه هیچ گزینه ای رو انتخاب نکنید و 5 دقیقه صبر کنید. همونطور که میدونید بازی رو میتونید به سه روش مختلف با آدم‌های مختلف تموم کنید. به عنوان مثال اگه تاکمورا رو نجات داده باشید و یا ماموریت فری پنم و یا جودی رو کامل کرده باشید، پایان‌های اونها رو هم می‌بینید، که به نظرم واقعا سبک خاصی از پایان باز رو پیش رومون گذاشتن. بعد از تموم شدن 5 دقیقه جانی به شما پیشنهاد میده بهترین سلاحتون رو بردارید و یک تنه به دل برج آراساکا بزنید و انتقام خودتون و جانی رو دوتایی با هم بگیرید. فقط کافیه پیشنهادش رو قبول کنید. باقی داستان رو بهتر خودتون ببینید. فقط باید بگم این پایان به شدت سخت و درگیری و مبارزه خیلی زیادی داره. کاملا آماده باشید. If I gotta die, rather fall into my grave, gun in hand and on fire, and not drag anyone down with me. Huh, you just discovered what it takes to become a legend. Grab your eye. Let's mobilize. از این قسمت به بعد کمی از بخش پایانی بازی رو میذارم، که اگر نمیخواید که کمی اسپویل بشید پیشنهاد میکنم ویدیوم رو لایک کنید و برام یه دونه کامنت بذارید و بعد ببندینش. Got a bit of time. Think I'll manage to swing by and visit you. Not much, but I'm all right with that.
Carrie's all right. Be my guest. I'm gonna let you two play around in here alone, this door. Your guitar! No, I didn't. Haven't forgotten a thing. Never will. خب امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و ازش استفاده کرده باشید. اگر سوال یا مشکلی داشتید میتونید در قسمت کامنت ها از من بپرسید. خیلی خیلی ممنون میشم اگر ویدیوم رو لایک و کانالم سابسکرایب کنید و همینطور میتونید زنگوله کنار دکمه سابسکرایب روشن کنید تا محض آپلود شدن ویدیوی بعدیم ازش خبردار باشید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. در ویدیوی بعدی میبینمتون. سلام.